زلف بر باد مده، زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم. سلام، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. توی این ویدیو قراره که یه ذره در مورد اتفاقات و داستانهایی که توی این آگهی‌های دیوار مخصوصا توی حوزه ماشین میفته یه سری اطلاعات، یه سری تجربه ها میشه گفتش که بهتون انتقال بدم. یه ذره حالا چاشنی طنز داره، ولی داستانی که میخوام بگم کاملا یه داستان واقعیه، یعنی چیزیه که برای خود من اتفاق افتاد تمامش. و حالا گفتم که بد نیستش که یه ویدیو درست بکنم تو قالب ویدیو و بحث تجربه خرید ماشین از دیوار و این چیزها رو یه ذره بهتون اطلاعات بدم تو با این فضا آشنا بشید. تقریبا میشه گفتش که یه چند ماه پیش بود من میخواستم ماشین بگیرم و توی آگهی‌های دیوار میچرخیدم، میخواستم 206 بگیرم و بین آگهی‌ها قشنگ میچرخیدم و آدرس ها برام خیلی جالب بود. میشه گفتش که خیلی بیشتر آدرس ها سمت مثلا جنت آباد و سعادت آباد و شرک گلستان و نمیدونم شرک راهن و میدون اتریش و این ورا اون ورا بود که هم یه جورایی هم خلوت بود، هم مثلا یه ذره بالا شهر و اینجور چیزا محسوب میشد، مثلا سمت تهران پارس و اینا هم بودش ها، ولی خب چون من غرب تهرانم اون ورا خیلی برام دور بود، اینجا رو بیشتر میچرخیدم. ولی چیزی که بودش این بود که میرفتی اونجا اصلا خونه نبود، یعنی مثلا فرض کن عکس‌ها رو می‌دیدی تو خونه است ولی می‌رفتی می‌دیدی تو کوچه پس کوچه است. اینجوری بود داستان که خب خیلی از آدمایی که مثلا سمت یاخچی آباد و نمی‌دونم سمت خزانه و سمت عبدالآباد و نمی‌دونم اون جایی که ماشین خرید و فروش زیاد میشه، از اونجا ماشینا رو برمی‌داشتن می‌اومدن سمت مثلا بالا شهر تو کوچه پس کوچه‌هاش که شاید اعتبار و اعتماد و اینجور چیزا جلب بکنن و بتونن ماشین رو بفروشن. دلال بودن دیگه. ببین تقریبا میشه گفتش که 70 که نه 85 هم نه، ولی 90% آگهی‌های توی دیوار خود دلالا میذارن، یعنی آدمایی هن که میشه گفتش که از این 90% 85 که نه 80%شون قطعا میخوان ماشین رو بکنن تو پاچه آدم. چرا این حرف رو میزنم؟ چون با آدم رو راست نیستن. ببینید من خودم بچه پایینم، نمیخوام اصلا یه وقت بچه های پایین میشه گفتش که توهینی بکنم یا بی احترامی بکنم یا هر چیزی دیگه ای، ولی چیزی که هستش این که تو ماشین رو از اونجا ورداری بری تو کوچه پس کوچه های نمیدونم جنت آباد و سعادت آباد و اونورا قرار بذاری بخوای ماشین رو بفروشی، چیزی از این قضیه کم نمیکنه که تو میخوای اون ماشین رو بکنی تو پاچه یارو. خب چرا؟ چون این فرهنگ، این دیده جا افتاده، یعنی تو ذات تو نمیتونی تغییر بدی با عوض کردن محل سکونتت یا عوض کردن محل فروشت. خب اون ذات توه و ذات تو نمیتونی با جابجا کردن یه لوکیشن عوض بکنی، چه بسا این یه جورایی ترفند و زرنگیت هم هست توی بحث فروش. حالا چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه مثلا با یکی از اینا قرار گذاشتیم، بعد مثلا بحث معامله و این چیزا شد، گفت به خدا این مرد داداشمه، بعد با هم شریکیم، میخوایم بفروشیم بزنیم به زخم زندگیمون و فلان و اینا. اینو دقیقاً یکی دیگه شون هم گفت، دقیقاً همینجوری فکر کنم دوتا داداش بودن شاید، البته خب ماشینا متفاوت بود چه جوریه. بعد یه چیز دیگه ای هم که میگم، یا آقا من میخوام مهاجرت بکنم واقعا پول لازم، میخوام سریع ماشین رو بفروشم. بعد فرض کن مثلا امشب من به یارو زنگ زدم گفتم که آقا اوکی من فردا میام که این ماشین رو ببینم، اینو گفت اوکی فلان اینو، فردا هر چی زنگ میزدم خاموش بود، نشین گرفتم که خیلی زود مهاجرت کرده و رفته مثل این که بنده خدا. حالا یه اتفاقی که افتاد این بودش که یکی از همینایی که تو کوچه پس کوچه ها قرار میذاشت رفتیم، بعد گفتم که من کارشناس کارنامه رو میخوام بیارم که ماشین بررسی کنه. کارشناس کارنامه رو همونجوری که شاید بدونید روالش اینجوریه که میاد صفر تا صد ماشین رو بررسی میکنه، کارشناسی میکنه، نمیدونم کیلومترش، رنگ، منگ، خوردگی، زدگی، همه اینا رو قشنگ براتون بررسی میکنه. ما اینو که گفتیم یارو رفت، گفت من برم ماشین رو به یکی دیگه نشون بدم. گفتم خب باشه ولی بیاید دیگه، ما هماهنگ کردیم. گفت باش. رفت و ما هر چی زنگ زدیم نیومد. یه بار زنگ زدیم جوابمون رو داد، گفتم که آقا من گفتم کارشناس بیاد بررسی کنه و فلان اینا. گفت نه تو شما با من خیلی بد حرف زدید، من به هم برخورده، خاطر همین نمیخوام به شما بفروشم. عجب بابا، مثلا باید قربون صدقت میرفتم دوست دخترم بودی چی بودی، مثلا ما بیادبی هم که نکردیم، یه ریگی به کفشت هست دیگه تا بحث کارشناس میاد میپیچی به بازی سری میری. خب
از این داستانا و این اتفاقات خیلی زیاد بود. من اینکه واقعا یه نفری پیدا بکنه که فروشنده واقعی باشه. حالا من یه نفر پیدا کردم که فروشنده واقعی بود. حالا بماند که خودش مثلا از این بنگاه‌دارا بود، بنگاه‌های ماشین، مثلا ماشین خارجی زیاد جابجا می‌کرد، ولی یه دونه 206 داشت که زیرپای خودش بود. جالبه. این آدمایی که خرید فروش ماشینای مثلا خیلی لاکچری و گرون هم می‌کنن، خودشون با 206 میرن و میان منبع. حالا البته یه دونه ماشینشون دیگه. بعد گفتیم که بریم اینو معامله کنیم. ما رفتیم سر قرار رو گفتیم کارشناسم بیاد و باز دوباره اینا اوکی داد و اومد و یه خانومی اومد. خود یارو نیومد. یه خانومی اومد سویچ داد، کارشناس کارنامه هم اومد بررسی کرد و فلان اینا، یه ذره جابجاش کردیم و بردیم جلو که از پارکینگ اومدیم بزنیم وقتا که نور بخوره قشنگ بتونه بررسی بکنه. اصلا خدمت شما که بررسی کرد و فلان و بیسار اینا، من تو صندوق عقب این ماشین یه دو تا دستکش بوکسوری دیده بودم. گفتم که حتما یارو ورزشکاری چیزیه دیگه. زیاد توجه نکرد. بعد کارشناس تایید کرد و گفت اوکی آقا ماشین واقعا ردیفه، حرف نداره. بعد خانمه گفتش که اگه میشه ماشین رو بذاری سر جاش دیگه تا حالا بریم ادامه داستانی رو. گفتم باشه. من خودم مثلا جرأت این نداشتم که مثلا بشینم پشت این ماشین یا خدا نکرده چیزی بشه. کارشناس کارنامه گفت من میشینم. گفتم بفرمایید. کارشناس کارنامه نشست، دندان عقب گرفت و ماشین زارت زد تو دیوار. بله. و من نزدیک 5 دقیقه همینجوری فقط نگاه میکردم که یه ذره تجزیه تحلیل کنم و خندم نگیره. واقعا یکی از اتفاقات خیلی عجیبی بود. عجیب که ممکنه پیش بیاد، ولی خب نمیدونم دیگه. مثلا کارشناس زنگ زدی بیاد بررسی کنه ماشین رو، اومده بررسی کرده ماشین هم زده تو دیوار. حالا مثلا اینقدر اینا رفتش تو. بعد عرض کنم خدمت شما که هیچی، دیدم زنه داره هی اینجوری میزنه به خودش، بدبخت شدیم فلان شدیم. گفتم برو خانم حل میشه، اوکیه، نهایت هزینه چیزیه دیگه، مشکلی نیست، بگید این آقا بیاد. بعد این آقا رفتن گفتن اومد، دیدم یه یارو هست قلور چارشونه کشتی قرنیه مشکی، خلاصه یه قولی بود مال خودش. من اینو دیدم پیش خودم داشتم میگفتم ببین اینجا اصلا جای دعوا و بحث و اون چیزا نیستش، اینجا فقط باید حرف بزنیم با زبون قضیه رو حلش بکنیم. اینجا با این دید بری جلو کتک خوردی، مردی، مثل این 206 مثلا قور میشی. بعد اومد قاطی کرده بود، داد و بیداد میکرد. بعد اونجا فهمیدم که زن چرا اینجوری میکرد. نگو داستان از این قراره، داد و بیداد و فلان و بیسار و اینا. بعد دیگه گفتم آقا دیگه الان چه بخوایم چه نخوایم، چه اشتباه من باشه چه اشتباه چه اشتباه من باشه، چه اشتباه این خانم باشه، چه اشتباه این آقا باشه که هست، این اتفاقی که افتاده الان با داد و بیداد و اینا هیچی حل نمیشه. یه صافکار بیاد قیمت رو چیز بکنه، هزینه رو بدیم و بریم دیگه. گفت نه من نمیدونم الان این ماشین از قیمتش میفته فلان میشه بیسار میشه. گفتم آقا الان هر چی بگی شما حق داری، ما چیزی نمیتونیم بگیم، واقعیت دیگه. هیچی یه ذره آروم شد و اینا، یه خسارتی دادیم و این آقا البته داده من ندادم، یه خسارتی دادن و تموم شد و رفت و بیخیال این قضیه شدیم. یه ذره دلچرکین شدم، اصلا دیگه ماشینم نخریدم. گذشت از این ایام، چند ماهی گذشت، اومدیم تو سال 1401. باز آگهی ها رو بررسی میکردم، یه 207 بود، بعد زده بود 1401، ولی قیمتش 10 تومن کمتر از جاهای دیگه بود. بعد خود نمایندگی ایران خودرو و سایپا بودش، خب یعنی نمایندگی مستقیم یه 207 بودل 1401 و 10 تومن میشه گفتش که قیمت اصلی خودروهای 1401 که عرفه مثلا الان تو بازار پایین تر میداد. گفتیم خیلی خوب بریم اونجا ببینیم چه خبر. رفتیم، خب اینا بازار یابشون خانومه دیگه، میریم اونجا، خانومه میگه که برید میشه مدیر فروش و این داستانا. رفتیم تو مدیر فروش، رفتیم تو اتاق مدیر فروش. بعد اونجا صحبت و فلان و اینا، ماشین همه چی اوکی، یعنی دقیقاً همون چیزی که می‌خواستیم. تهش برگشت یه چیزی گفت، گفت اینا شاسی‌هاشون، شاسی ماشین برای 1400، ولی هولش دادن و تحت عنوان 1401 دارن می‌فروشن. گفتم که
خب این الان ماشین 1400 دیگه، تو سندم خب 1400 میخوره یا 1401؟ گفت 1400. گفتم خب چرا تحت عنوان مدل 1401 دارین میفروشینش؟ گفت نه اینو هولش دادن، تحت عنوان 1401 دارن میفروشنش. باز همینو تکرار کرد. گفتم خب یعنی چی؟ شما دارین میگی شاسی 1400ه، تو سند میخوره 1400، خب چرا تحت عنوان 1401 دارن میفروشنش؟ گفت دیگه این چیزیه که کارخونه داده. عجب. یه ذره صحبت کردیم و فلان اینا، گفتیم آقا اوکی مثلا ما اینو میخوایم. خب 10 تومن پیش پرداخت دادیم. بعد دو روز هیچ خبری نشد. بعد دو روز تماس گرفت و فلان اینا، گفتش ببین الان نیستش، الان وجود ندارن این کارو، بیا 1401 رو بگیر که شاسیش هم 1401 و فلان اینا، که قیمتی که گفتش 5 تومن بالاتر از اون چیزی که عرف بود. بعد گفتم خب نه نمیخوام، چه کاریه، 10 تومنم برگردونی، من نمیخوام، میتونم قیمت بهتری پیدا بکنم، مثلا 5 تومنو بیشتر به تو ندم، حالا نمایندگی هستی که هستی، چیکار کنم؟ این داستان گذشت، ما اومدیم برای یه دوستی یه دونه تیبا دو بگیریم. همین داستانو تو آگهی‌های دیوار گشتم و فلان اینا، یه همین نمایندگی‌ها رو مثلا دوباره پیدا کردم، رفتم اونجا با اینکه میدونستم دقیقاً سناریو همینه. تیبا دو چند تا مدل داره، یه مدل EX داره، یه مدل SX داره. SX مثلا میشه گفتش که شیشه هاش برقی نیست و بعد تنظیم آینش هم برقی نیست و اینجور چیزا، رینگش هم مثلا معمولیه. EX یه جورایی فولاپش میشه. بعد رفتیم اونجا، دوباره رفتیم تو اتاق مدیر فروش، شروع کرد به توضیح دادن. گفت ببین اینا تیبا دو ها چند مدل داره، یه مدل داره که معمولیه، یه مدل داره که SX، یه مدل داره EX، یه مدلی هم هستش که لوجستیک بهش میگن. گفتم خب لوجستیک چیه مثلا اینا؟ گفت اونی که ما داریم و کمتر قیمتش و اینا لوجستیکه. گفتم چه فرق میکنه؟ گفت فرقش فقط اینه که مثلا گارانتی نداره، گارانتی شرکت گارانتی نکرده و اینا، بدون گارانتی دارن میفروشن و از اینجور چیزا، و شاسیش هم مثلا مال 1400. گفتم عجب، چه سناریویی آخه، این چه نوع فروشیه، چرا آخه؟ خب بابا یعنی چی؟ بعد رویه همونه، یعنی رویه همونه، 10 تومن میدی، دو روز بعد زنگ میزنه میگه آقا نداریم، 1401 داریم فلان اینا، 5 تومن بالاتر باز دوباره بهت بفروشن. یعنی داستان فروششون دقیقا همینه، شیوه همشون هم همینه، یعنی بی برو برگرد. گفتم که نه نمیخوام، کنسلش بکنید. رفتیم از یکی که مثلا حواله های اینجوری گرفته بود، مدل 1401، شاسی 1401 گرفتیم و مثلا خرید کردیم و این داستانا. نمایندگی خود ایران خودرو و سایپا اینجوری میخواد بکنه تو پاچه مردم، دیگه وای به حال مردمش. خب وقتی شماها رحم نمی کنید دیگه مثلا اونا هم یاد میگیرن، دیگه اونا هم همین کار رو میکنن. ما الان باید تو این کشور به کی اعتماد بکنیم؟ فقط خدا میدونه. به خودمون هم دیگه نباید اعتماد بکنیم. بعد تازه باید مثلا پول یه ماشین رو بدیم که شاید 40 تومن هم نمیارزه. چی بگیم؟ نمیدونم چی بگم دیگه، ولی سعی کردم که یه سری اطلاعات، یه سری تجربه ها از این حوزه که برای خودم پیش اومده بود و خودم شخصا تجربهش کردم در اختیارتون قرار بدم. تو چنلم کلن چیزهایی که تجربه کردم و براتون ویدیو درست میکنم میذارم. امیدوارم که یه روز خوب بیاد، یه روز خوبی بیاد و تو این قرن جدید ما مردم ایران حداقل یه زندگی که در شأنمون باشه داشته باشیم. یه زندگی که ببین عمر بالاخره کوتاهه، عمر آدم کوتاهه. مثلا یه سری ها میگن وضعیت درست میشه، اوکی فلان بیسار اینا، ولی کسی چیزی نمیگه که آقا تو این وضعیتی که قرار درست بشه، تو این 8 سال نمیدونم، تو این 8 سال بعدی، تو 8 سالهای قبلی، 8 سال عمر یه جوون، عمر یه آدم رفته که دیگه بر نمیگرده، دیگه به اون دوران بر نمیگرده که کارهایی که میتونسته تو اون دوران انجام بده رو انجام بده. 8 سال دیگه درست میشه، اوکی من 27 ساله، 8 سال دیگه مثلا میشه نزدیک 36 سالم. خب 35-36 سالم. والا مثلا پدر مادرامون 8 سال بعد مثلا میشن 50-60 اینا. اینو چجوری برمیگردونی تو این وضعیت؟ یه ذره منطق داشته باشید. نمیدونم. Anyway امیدوارم که
یه روز خوب بیاد. خیلی مخلصی. همین.